استاد برای همون زن یا حامله گفتن مثال دو بار میشه که در رمضان میشه که این سبی حاملگی پای در هم روزا گرسه نمیتواند رمضان دوشتر نمیتواند اون چه خیلی میشه دوست کنید زنهایی که حامله دار هستن کودکای شیردار دارن پی هم چهار پنج فرزند تولد کردن قرضاشون رو حساب میکنن اگر رفت و پیش از ادای قرض از دنیا وفات کند حالی مثلا کودکاش کلان نشود اینش یک ساله و یش مثلا دو ساله یکی دیگه سه ساله یکی دیگه چهار ساله پی هم آمدگی است خلاصه امکانیتی ماه رمضان را روزه داشتن پنج سال ده سال نداشت همان وقتا روزه داشتن براش فرض نبود لیکن روزه ساقط نمیشد قرض در زیمش باقی میموند بعد اینکه فرزنداش کلان شد بعد روزه ماه رمضان نوبتی ها را میدارد و در مابین هر دو رمضان قرضهای کهنه را به قدر امکان روزه میدارد مانند روزهای پنجشنبه دوشنبه یا روزهای زمستان روزهایی که کوتاه است حرکت کرده قرضها را ادا میکند و در وصیتش می نویسد که فلان روز قرض دار هستم گفته با تاریخش همین گونه اگر رفت و وفات کند پیش از ادای قرضهایش برای هر یک روزش به هر یک مسکین تعام داده می شود و گناه از او برداشته می شود لیکن بعضی علما رحمت الله علیه می گویند که اگرچه قرضها را دهد هم قول صحیح این است که زنی که حامله دار است و به سبب حامله داریش یا به سبب کودک شیرخوار داشتنش اگر روزه رمضان را نداشته باشد هم قضایی می دارد هم برای یک مسکین به عددی روزهایی که روزه نداشته است صدقه می دهد کتن این احتیاط خوب است بله